سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ما تو چند جلسه گذشته راجع به دو سناریوی مختلف برای مرچ کردن صحبت کردیم، بحث فست فوروارد و مرچ کامیت. اما بریم سراغ کانفلیکت. کانفلیکت گفتم که اتفاق میفته موقعی که شما پروژهتون دارید کار میکنید، میاد یه برنچ جدید میسازید که مثلا یه فیچری رو روش کار بکنید، همزمان هم تیمیتون مثلا فرض کنید مثلا توی یه برنچ دیگه داره دوباره رو همون فایل کار میکنه. موقعی که قرار باشه این دوتا برنج با هم دیگه مرج بشن، کی برنده است؟ کدوم یکی از فایل ها که تغییر کرده رو قبول کنیم؟ بریم یه مثال با هم ببینیم. خب من برمیگردم همون مثالی که جلسه قبلی زدم. خب الان اینجا یه فایل داشتم به نام سان، یه سری آهنگ داخلش بود. من میام یه دونه برنج درست میکنم، یکی از دوستان میخواد چند تا آهنگ برای خودش اضافه کنه. فرض کنیم گیت سویچ -c بزنم گیت برنج، مثلا فرض کنید محمد میخواد برای خودش چند تا آهنگ اضافه کنه، میام یه برنج براش درست میکنم. خب یه برنج هم برای کی اضافه درست میکنم؟ مثلا فرض کنید سارا هم میخواد برای خودش چند تا آهنگ اضافه کنه، برای اونم یه برنج جدید میسازم. خب بریم حالا سراغ محمد. گیت سویچ محمد. خب میگه محمد آهنگاتو اضافه کن. میگه من آهنگای مرگم رو دوست ندارم، همون آهنگ علی رو میخوام باشه. خب میگم اشکال نداره، بیا گیت اد کن، گیت کامیت داش ام، مثلا میسم محمد دیلیت مرگم سانکس. خب یه کامیت زدم، این بالا محمده. محمد میگه میخوام یه آهنگ جدیدم اضافه کنم. میگم اوکی اضافه کن. میگم away from you مثلا اسم آهنگ است. این آهنگ رو مثلا علی خونده فرض کنیم. دوباره میام اینجا یه git add میزنم، git commit، میگم که محمد add new song from علی مثلا. خب یه کامیت جدم پس محمد زد، پس این دوتا کامیتی که محمد زد. حالا میرم توی برنچ سارا، گیت سویچ سارا، یه کلیر بزنم بیام بالای صفحه. خب حالا سارا میگه که اتفاق برعکس، من آهنگای مرگم رو دوست دارم، پس اینا رو پاک میکنم. خب میگم گیت add git commit dash m سارا delete all songs from not مریم. خب میاد میگه که من سوال میخوام یه آهنگ دیگه از مریم اضافه کنم، مثلا آهنگ تریپ تو ایوان همست دیکتر شده دست نشته باشم. گیت اد گیت کامیت داش ام، میگم سارا اد نیو سانگ فرام ماریا. پس الان سارا توی شاخه خودش رو همین فایل کار کرد، محمدم تو شاخه خودش برنچ خودش رو همین فایل کار کرد. حالا من میخوام این دوتا رو با همدیگه ادغام کنم. اول بیام یه دونه برنچ جدید بسازم، گیت سویچ، یه داش سی میذارم که هم بسازم هم سویچ کنم، میخوام یه مرور بشه کامندا. مثلا اسمش رو میذارم تمپ، یه برنچ تمپ. حالا میخوام محمد رو با این برنچ تمپ ادغام کنم، طبیعتاً بعد کانفلیکت بده چون جفتشون یه فایل رو تغییر داده شده. بریم ببینیم میشه یا نه. گیت مرج محمد، میگم محمد رو با تمپ کانفلیکت مرج کن، ولی کانفلیکت بعد بده. خب
کانفلیکت داد، یه اتفاق دیگه هم افتاد. ببینیم بالا داخل وی اس کد چی باز شده، یا همچین صفحه رو شما همیشه میبینید. این چه صفحه‌ایه؟ صفحه‌ایه که میگه شما باید اون کانفلیکتی که اتفاق افتاده رو حل کنید. یه اختلافی پیش اومده بین محمد و تمپ، جفتشون یه فایل رو عوض کردن، چه کار کنم؟ کدوم فایل رو نگه دارم؟ خب میگه خودت بیا اینجا درستش کن. این بالاییه اون فایله توی تمپ، پایینیه اون فایله تو اون برنچی که قرار مرج بشه، یعنی محمد. میگم اوکی بذار من اینو درستش میکنم، اینو پاک میکنم، اینم پاک میکنم، اینم پاک میکنم. میگم آقا جان برای اینکه بینشون دعوا نشه من میخوام جفت آهنگا باشه. میگه دست در نکنه، اینو سیوش میکنم، میبندمش، میام اینجا میگم git add git commit dash m. خب میگم که conflict، اسمشو میذارم conflict resolved، resolved. یه توزن میزنم keep تو مثلا play list. ببینید چه اتفاق افتاد، این دوتا با هم دیگه مرج شد، تمپ با محمد مرج شد. یه چیز شبیه همون مرج کامیتی که جلسه قبلی گفتم، فقط فرقش اینجا این بود که چون جفتشون رو یه فایل تغییرات رو داده بودن، من باید میرفتم اون فایل، اون کانفلیکتی که اتفاق افتاده بود رو اصلاح میکردم، بعد کامیت میکردم، یعنی یه محل اضافه میشد تو مرجمون. این هم از بحث کانفلیکت. خیلی خب دوستان، اینم از بحث کانفلیکت. امیدوارم که مطلب براتون جا افتاده باشه. حالا ما جلوترم بریم از این مثالا زیاد خواهیم داشت که کانفلیکت و حالا حالت مختلف کامیت رو و مرج رو. بریم بیایم جلسه بعدی میخوام بریم سراغ مبحث جدیدمون و میخوام راجع به این صحبت کنیم که چجوری بتونیم تغییرات رو مقایسه بکنیم توسط کامندی به نام git diff. فعلا خدافظ.